سلام دوستان، به کانال من خوش اومدید. توی ویدیو قبلی یکی از طراحیامو میخواستم روی بوم کار کنم و امروز میخوام مرحله رنگ گذاریش رو با هم انجام بدیم. این اولین باریه که میخوام این سبک از رنگ‌گذاری رو امتحان کنم. توی این مدت کار خیلی از هنرمندا رو، مخصوصا هنرمندای معروف رو دیدم تا بتونم این سبک رو خیلی خوب در بیارم و نتیجه اونطوری باشه که دوست دارم. به نظرم هر کاری اولین باری براش وجود داره و خب شاید از اول نشه کار رو خیلی خوب انجام داد، ولی اگه اون کار یا هدفی که انتخاب کردیم و دوست داشته باشیم، به مرور زمان به نظرم توی اون کار حرفه‌ای میشیم. بیشتر کسایی که منو میشناسن میدونن که یکی از هنرمندای مورد علاقه من ون گوگ هستش. من چند روز پیش یکی از فیلمایی که درباره زندگی ون گوگ ساخته شده بود رو دیدم و راستش چقدر بیشتر درباره ون گوگ میخونم یا میشنوم میفهمم چقدر سرنوشتش غم انگیز بوده، چقدر هیچکس درکش نکرده و تنها بوده. و در کل سبکی که داشت و نگاه خاصش به دنیا واسه تفاوتش با بقیه هنرمندا شد و همین تفاوت هست که باعث میشه ون گوگ انقدر معروف و محبوب باشه. به نظرم سوالی که چند وقت دارم از خودم میپرسم اینه که منم میتونم دنیا رو متفاوت ببینم، میتونم طور به اطرافم نگاه کنم که متفاوت باشه و بتونم اون تفاوت رو به دنیا هم نشون بدم یا نه. راستش دارم تلاشم رو میکنم تا بتونم این کار انجام بدم.
من ترجیح میدم این کار رو به آرومی پیش ببرم تا نتیجه که میخوام بگیرم به همین تا همینجا کار رها میکنم و بقیهش رو بعدم انجام میدم. همین الان مادم این قسمت رو به ویدیوم اضافه کنم که این اتفاق افتاد. نمیدونم چرا همینجوری یه هایی علکی مادم برش دارم و از پایین به دو قسمت تقسیم شد. این ناخونم میبینید روش از تابلوی قبلی یکم رنگ موند، منم روش برق ناخون زدم که همطوری باقی بمونه فعلا، چون خیلی به نظرم قشنگ بود. واقعیت اینه که من چند روزه که ذهنم مشغوله و وقتی که ذهنم مشغوله نقاشی ها میرن سمتی که گاهی اوقات خودم هم تعجب میکنم. من کاراکتر رو چند روز پیش طراحیش کردم و واسه چون فقط میخواستم ایده های ذهن مشوشم رو کاغذ بیارم از مرحله اولیش فیلم نگرفتم، ولی دارم خواست از اینجای کار به بعد رو به شما هم نشون بدم. ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ.